بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شاگردان نازنین و دوست داشتنی، و با امیدی که همتان صحتمند و سر حال و پر انرژی باشین، درس امروز خود آغاز میکنیم. امروز هم در خدمتتان هستم با یک درس خیلی جالب از کتاب کیمیای صنف دهم، و امیدوار هستم که همتان آماده باشین برای درس امروز همراه با کتاب و کتابچه و قلمتان. عزیزان دل، موضوعی که امروز قرار هست خدمتتان ارائه بکنم با ارتباط ویدیوهای قبلی ما هست. در ویدیوی قبلی شما در رابطه با موضوع تحت عنوان حرارت و تغییرات ماده اطلاعات جالبی را کسب کردین، موضوعات خوبی را یاد گرفتین و مفاهیم خوبی را یاد گرفتین. امروز ما با ارتباط درس جلسه قبلی که شما در جلسه قبلی آموختین که در اثر حرارت ما میتونیم که مواد را در واقع از یک حالت به حالت دیگه تبدیل بکنیم، یعنی سه حالت ماده را، سه حالت عمومی ماده را که عبارت از حالت جامد، مایع و گاز هست، در جلسه گذشته دربارش شما یاد گرفتید، آموختین که در اثر حرارت میشه از مواد را از حالت جامد به حالت مایع و از حالت مایع به حالت بخار تبدیل کرد، و مفاهیمی تحت عنوان نقطه غلیان و همچنان نقطه ذوبان را در جلسه گذشته یاد گرفتین، و کارهای خانگی را امیدوار هستم انجام داده باشین. امروز من در خدمتتان هستم با موضوعی تحت عنوان انجماد مایعات. علاوه بر اینکه شما امروز قرار هست که انجماد مایعات را یاد بگیرین، که مایعات چگونه به جامد تبدیل میشن، امروز یاد خواهیم گرفت که چگونه یک ماده جامد میتونه بدون اینکه به مایع تبدیل شوه مستقیما به حالت گاز تبدیل شوه، و چگونه یک گاز میتونه در اثر از دست دادن حرارت مستقیما به حالت چه تبدیل شود، به حالت جامد تبدیل شود. عزیزان دل، اینها موضوعاتی است که امروز یاد خواهید گرفت. با ما همراه باشین، مطمئن هستم که براتون جالب خواهد بود. خب، زمانی که به یک ماده جامد حرارت داده میشه، خب ماده جامد به مایع تبدیل میشه، اکثرا همینطور هست، و بعد بالاخره ماده مایع در اثر حرارت چی میشه؟ به گاز تبدیل میشه. اما اینکه حالا مایعات چگونه به جامد تبدیل میشن؟ در حالت مایع، عزیزان دل، مولکول ها در یک فاصله معینی از هم قرار گرفتند، حرکت دارند، جنب و جوش دارند، و این جنب و جوش حرکتشان به اندازه گاز زیاد نیست و به اندازه جامدات کم نیست. یعنی نظر به جامدات حرکتشان، جنب و جوششان زیادتر هست و نظر به گازات کمتر هست. و زمانی که یک مایع حرارت را جذب میکنه، با جذب انرژی حرارتی یا گرما، جنب و جوش و حرکت مولکول‌هاش زیاد میشه تا اینکه بالاخره به حالت گاز تبدیل میشه. و اگر برعکس این را در نظر بگیریم، زمانی که یک مایع حرارت و گرما و انرژی ازش گرفته میشه، سرد ساخته میشه، در این صورت مولکول‌ها انرژی خود را از دست میتن، حرکت و جنب و جوششان کمتر میشه، حرکاتشان بطی‌تر میشه، و در نتیجه به هم چی میشن؟ از زندل نزدیکتر میشن، و وقتی که به هم نزدیک میشن، بالاخره از حالت مایع به حالت چی تبدیل میشن؟ به حالت جامد تبدیل میشن. نقطه یا درجه حرارتی را که یک مایع شروع به جامد شدن میکنه و یک حالت تعادل بین حالت مایع و جامد پیدا میشه، این درجه حرارت را به نام درجه انجماد یاد میکنیم. درست شد؟ پس درجه حرارتی را که یک مایع در اون درجه حرارت شروع به جامد شدن میکنه میگیم چی؟ انجماد. و این برعکسش هم میشه، یعنی زمانی که درجه حرارتی را که یک جامد شروع به مایع شدن میکنه، یه را میگیم چی؟ درجه ذوبان. و معمولا درجه انجماد و درجه ذوبان با هم یکسان هست. مثل که در آب درجه انجماد آب 0 درجه هست، و درجه ذوبان آب جامد هم ای که به مایع تبدیل میشه هم 0 درجه سانتیگراد هست. خب، در حالت عادی ما توقع داریم که یک مایع با از دست دادن حرارت و گرم و انرژی به جامد تبدیل شود.
جامد با در واقع از با جذب انرژی و حرارت به مایع تبدیل شود، مایع با جذب حرارت به گاز تبدیل شود. عزیزان دل، یه چیزی هست که همیشه توقع داریم و در اکثر مواد همین اتفاق میفته. اما ما بعضا موادی را داریم عزیزان دل که وقتی که حرارت یا گرما را جذب میکنند، به جای از این که به حالت مایع تبدیل شوند، مستقیما به جامد تبدیل، به گاز تبدیل میشن، با معذرت. و این حالت رو به نام حالت چی یاد میکنیم؟ تسعید یاد میکنیم. زمانی که یک جامد با دریافت حرارت و انرژی گرمایی به جای از این که به مایع تبدیل شود، مستقیما به حالت گاز تبدیل میشه، این حالت رو میگیم تسعید. و برعکسش، زمانی که یک گاز با از دست دادن حرارت و گرما به جایی که به مایع تبدیل شود، مستقیم به حالت جامد تبدیل میشه، این رو میگیم تبرید. تسعید و تبرید معمولا اتفاق میفته در بعضی از مواد، و این در موادی اتفاق میفته عزیزان دل که قوه جاذبه بین مولکول هایش از نوع لاندون هست، یعنی قوه ضعیف هست. شما انواع قوه های بین مولکولی را قبلا یاد گرفتین و مطالعه کردین. این قوه های ضعیف بین مولکولی را ما به نام قوه های لاندون میگیم، و موادی که قوه های ضعیف بین مولکولی بین ذراتش وجود داره، این مواد میتونن که با جذب کوچکترین حرارت یا گرما، فاصله بین مولکول ها زیاد، انرژی جنبششان زیاد، و در نتیجه از حالت جامد مستقیما به حالت گاز تبدیل میشن. خب امروز ما میخواییم تسعید و تبرید را به طور عملی خدمت شما نشان بتم. به همین خاطر شما مواد سامان را سر میز من میبینید و شاید براتان تعجب کرده باشین که چطور ما خب درس را به صورت تئوری خدمتان ارائه میکنم و اینها در سر میز چی هست، چون ما میخواییم در ادامه تجربه را بر شما کار بکنم. اما قبل از اینکه بپردازم به تجربه، میخوام آن چیزی را که صحبت کردم امروز به صورت خلاصه روی تخته برای شما نوشتم. عزیزان دل، ما سه حالت را داریم که در طبیعت این سه حالت مواد وجود داره: حالت جامد، گاز، مایع. جامدات در اثر جذب انرژی گرمایی عزیزان دل به چی تبدیل میشن؟ به مایع. این پروسه را به نام ذوب شدن یاد میکنیم. مایعات با جذب حرارت و گرما به چی تبدیل میشن؟ به گاز. این پروسه رو به نام تبخیر میگیم. درست شد؟ حالا میریم سراغ حالت برعکسش. زمانی که یک مایع با از دست دادن انرژی گرمایی و حرارت به جامد تبدیل میشه، این به نام انجماد. ببینید، ذوب و انجماد برعکس یکدیگر هستند. دو پروسه هستند که به صورت معکوس یکدیگر عمل میکنند. جامد در اثر جذب حرارت به مایع تبدیل میشه ذوب، مایع در اثر از دست دادن گرما به جامد تبدیل میشه انجماد. همچنان تبخیر و تراکم را داریم. مایع در اثر جذب حرارت به گاز تبدیل میشه تبخیر. برعکس، زمانی که گاز سرد میشه، انرژی حرارتی را از دست میده، متراکم میشه، به مایع تبدیل میشه. اینه ما میگیم تراکم، یا در خود کتابتان به نام میعان هم آمده. میعان معمولا در کتاب‌های فارسی هست که همون در واقع چی هست؟ تراکم هست از زندل. اما شما اینجا یک رابطه دیگر بین جامد و گاز میبینید. جامد زمانی که در اثر جذب حرارت مستقیماً به گاز تبدیل شود، این پروسه را به نام تسعید میگیم، یا این فرایند را به نام چی میگیم؟ تسعید. پس عملیه تبدیل جامد به گاز را میگیم تسعید، و برعکسش وقتی که یک گاز با از دست دادن انرژی حرارتی و یا گرما مستقیماً به چی تبدیل میشه؟ به جامد تبدیل میشه، این رو میگیم تبرید. تسعید و تبرید برعکس یکدیگر خود هستن از دندل. خب موضوع تسعید و تبرید رو شما در زندگی روزمره تان هم دیدین. اگر که از مادر جانتان یا از پدر جانتان سوال کنید، یا از مادر کلانتان، در گذشته ها زمانی که در فصل، یا شاید امیال هم در بسیار از خانواده ها و فامیل ها باشه، زمانی که فصل زمستان به پایان می رسید و قرار می شد که کالاهای زمستانی جمع آوری شود، کالاهای پشمی،
چیکار میکردن؟ یک ماده به نام نفتالین را یا ماده ضد کویه را اصطلاحا در زندگی روزمره با این اصطلاح آشنا هستین، ماده ضد کویه را در داخل لباس های زمستانی قرار میتن، به خاطر که این ماده همونطور که از نامش پیدا ضد کویه هست، به خاطر که لباس ها را کویه نزنه و تا سال دیگه نگهداری شود. خب این ماده به صورت جامد هست، ولی به مرور زمان این ماده از حالت جامد مستقیما به حالت گاز تبدیل میشه و گازاتی که تولید میکنه در واقع کویه را که یک نوع چی هست به حساب از موجودی هست، یک حشره هست که مضر هست به کالاهای زمستانی و کالاهای پشمی را چیکار میکنه؟ از بین میبره. خب عزیزان دل، حالا ما میخواییم همین اتفاقی را که در فصل بهار و تابستان در مابین لباس‌های زمستانی ما و شما اتفاق می‌افته وقتی که از ماده ضد کویه استفاده می‌کنیم، می‌خوام اینجا عملاً بر شما نشان بدم که ماده ضد کویه چگونه از حالت جامد به حالت گاز تبدیل میشه و عمل می‌کنه. خب عزیزان دل، دقت کنید به تجربه‌ای که می‌خوایم برای شما انجام بدم. خب تجربه‌ای که می‌خوایم برای شما امروز انجام بدم تجربه تسعید و تبرید هست. می‌خوایم عملیه تسعید و تبرید را عملاً بر شما نشان بدم. برای انجام این تجربه مواد و سامانی را که ضرورت داریم ابتدا خدمتتان معرفی می‌کنم. اول از همه شما موضوع تجربه را در کتابچه‌هایتان یادداشت بکنید. موضوع تجربه ما هست تسعید و تبرید. چی؟ تسعید و تبرید. هدف تجربه تسعید و تبرید در نفتالین. تسعید و تبرید در نفتالین. مواد و سامان مورد ضرورت برای انجام این تجربه. اولین چیزی که ضرورت داریم عزیزان دل منبع حرارت هست. منبع حرارتی که اینجا ما استفاده کردیم یک منقل برقی هست، منقل لابراتواری هست که ما به عنوان منبع حرارت ازش استفاده کردیم. همچنان از یک فلاسک چه استفاده کردیم؟ ارلن مایر استفاده کردیم. شما میتونید که از هر وسیله لابراتواری دیگه‌ای که داشته باشید به جای فلاسک استفاده کنید، میتونید از بیکر استفاده کنید، میتونید که از حتی میتونید از تستوب استفاده بکنید، مشکل نیست، اما خوبی است که از چه استفاده بکنیم؟ از فلاسک استفاده بکنیم. دیگه اینجا ما چی رو میبینیم؟ شیشه ساعت رو میبینیم. شیشه ساعت را اینجا می‌بینیم که ما بر انجام از تجربه ما شیشه ساعت هم ضرورت داریم. شما در اثنای تجربه باز می‌بینید که ما برای چی را استفاده می‌کنیم. هاون همراه با دستش. چی داریم؟ هاون با دستش. با هاون همه شما آشنایی دارین، در زندگی روزمره‌تان هم هاون دیدین. قاشق گیرنده مواد. قاشق گیرنده مواد هست. آب سرد را داخل واش بوتل یا داخل بوتل شستشو ما قرار دادیم. باز شما میبینین برای چه استفاده میکنیم و میرسیم سراغ ماده ضد کویه یا همان چی؟ نفتالین. ماده ضد کویه یا نفتالین را اکثرا شما دیده باشین. ببینید چی یک ظاهر مقبولی داره، مثل قندهای خشتی که ما در استفاده میکنیم. خب ماده ضد کویه یا نفتالین را ببینیم که ما چه استفاده ازش میکنیم. عزیزان دل، ابتدا از همین ماده ضد کویه یا همین نفتالین را ما میگیریم یک توتیش داخل هاون، چون اگه به شکل کلان ما این را قرار بدیم در نتیجه میده. ابتدا این را چیکار میکنیم؟ کاملا نرمش میکنیم، چون ما یک مقدار خیلی کم را ضرورت داریم. خب خب عزیزان دل، ببینید شما ما این را نرم کردیم و یک مقدار خیلی کمی از این را من میگیرم داخل فلاسک و بعد چی کار میکنیم؟ منقل روشن میکنیم، این را روی منبع حرارت قرار میتونم. ببینید حالت جامد داره، درست شد؟ حالت جامد هست. حالا یک چی را همه اینجا قرار میتونم؟ شیشه ساعت را به این شکل و بعد روی شیشه ساعت آب سرد را میرزم و بعد شما میبینید که آب سرد چه کاربردی داره عزیزان دل.
خب سوار میکنیم و میبینیم که چه اتفاق میفته. نفتالین یک ماده جامد هست، اما قوه‌های بین مولکولی که بین مولکول‌های نفتالین وجود داره قوه‌های ضعیف لاندون هست و این قوه‌های ضعیف در واقع باعث میشه که مولکول‌های نفتالین با جذب کوچکترین و کمترین مقدار حرارت چه شود؟ از حالت جامد به حالت چی تبدیل شود؟ به حالت بخار تبدیل شود یا به حالت گاز تبدیل شود. و شما عملا میبینید که داخل ظرف شما گازاتی که از نفتالین حاصل شده یا نفتالینی که به حالت گاز تبدیل شده رو شما میبینید که ببینید یک گاز سفید رنگ را شما در داخله و میبینید که کم کم نفتالین از داخل ظرف چی میشه؟ ناپدید میشه. دقت کردین شاگرد عزیزم، نفتالین ناپدید شده و خیلی مقدار کمی در داخل ظرف باقی مانده و تمام فضای داخل فلاسک گازات نفتالین و بخارات نفتالین هست. خب دیگه ما نفتالینی در داخل ظرف نمیبینیم که به حالت جامد مانده باشه. خب من قلم خاموش میکنم. خب و اینجا آب سرد دیره که من در داخل شیشه ساعت ریخته بودم عزیزان دل چیکار کردم؟ نفتالین با جذب حرارت به جای از اینکه ابتدا معمولا جامد ابتدا به مایع تبدیل میشه بعد مایع به گاز، نه، اما نفتالین با جذب حرارت مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل شده، مایع تشکیل نشد. این پروسه تبدیل جامد به گاز رو به نام چی میگیم؟ به نام بله به نام تسعید میگیم. چی؟ تسعید. همین که یک جامد مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه رو میگیم تسعید. و بعد اینجا آب سردی که من اینجا ریختم، من حالا قاعده چی رو برای شما نشان میتم عزیزان دل؟ قاعده آبش دور میکنم. ببینید شما قسمت پایین چی رو ببینید عزیزان دل؟ شیشه ساعت رو ببینید چی هست؟ در قسمت زیرین شیشه ساعت ما نفتالین جامد را باز میبینیم به رنگ سفید. زمانی که نفتالین حرارت گرفت از حالت جامد مستقیما به حالت گاز تبدیل شد، تسعید. بعد دوباره گازات نفتالین وقتی که به قسمت زیرین شیشه ساعت برخورد کردن، چون در این قسمت در قسمت بالای شیشه ساعت آب سرد بود، در واقع این گازات چی شد؟ سرد شدن و مستقیما در اثر سرد شدن از حالت گاز به جامد تبدیل شد. چون معمولا وقتی گازات سرد میشن ابتدا به مایع و بعد به جامد، اما اینجا مستقیما از حالت گاز به حالت چی تبدیل شد؟ نفتالین به حالت جامد تبدیل شد. پس اینجا شما پروسه تسعید و تبریر را دیدین. تسعید تبدیل نفتالین جامد از حالت جامد مستقیما به گاز، تبرید تبدیل نفتالینی که به حالت گاز بود به حالت چی؟ جامد. پس تبدیل نفتالین گازی شکل به حالت جامد به طور مستقیم را تبرید، تبدیل نفتالین جامد به نفتالین گازی را ما میگیم چی؟ تسعید. خب عزیزان دل چطور بود؟ امیدوار هستم که درس امروز را خوب یاد گرفته باشین و در ضمن عزیزان دل کارخانگی تانی هست که گزارش این تجربه و آزمایش را که انجام دادین لطفاً در کتابچه‌هایتان بنویسین. منظور ما از گزارش چی هست؟ بارها براتون گفتم هدف، موضوع، مواد و سامان مورد ضرورت، طرز العمل و نتیجه کار را یادداشت بکنید. خب امیدوار هستم درس امروز را یاد گرفته باشین. تا جلسه آینده خداوند حافظ و نگهدارتان باشه.